باندلم بهتون داره پیشنهاد میده، حتی اینجا اومده ببینید پیش بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع 9 تایی گن. ببینید گن، اونایی که تو تکنیکال کار کردن میدونن که این تایمینگ داره، زمان بندی داره، یه همچین شبکه ای وجود داره، رو اون زمان بندیه میاد میگه که این سایکل ها بالا و پایین بالا و پایین. و میدونی حتی مثلا این داستان یه چیزی کانسپتی به نام بیوریتم وجود داره که این تو ژاپن خیلی هم جدی میگیرن، که این آدم ها توی تایم های خب توی حد اکثر انرژی یا حداقل انرژی هستن. البته کلاس ما کلاس چیز دیگه، یا من فقط میخوام یه برش بهش بزنم و بگم که اون این تایم ها رو در میارن و سعی میکنن تو اون تایم ها طرف رو برای یه کار خیلی مهم ازش مثلا تسکی بهش محول نشه، یا حداقل ریلیز باشه تو اون تایم که بتونن مثلا حد اکثر بهره وری رو بگیرن. این برای جاها و سازمانه ای که دیگه خیلی سطح بالایی رو دارن کار میکنن. این تایمینگی تایم مهمه تو حوزه بازار سرمایه. همین الان شما به کسی این ادامه کلاس میخوایم بریم به فاینانشال آسترولوژی بریم، به هر کسی بگی که مثلا این همچین چیزی هست، خیلی بهتون بعدم حمله میکنن و جوابش اینه که تو گن میشناسی چیه، تحلیل تکنیکال میشناسی، میگه آره. گن میشناسی، بهترین حالت میگه آره، بگی این همونه، این تایمینگ همونه. حالا یه مقداری علمی تر اومده به مسئله نگاه کرده و موضوع رو باز کرده. این لینک هم من براتون که گذاشتم توی اینجا که شما میتونید ازش استفاده کنید. و من برگردم به پرزنتیشن کلاس، استاپ شیرینگ و داکیومنت. فصل چهارم روانشناسی معاملات هست. روانشناسی معامله، خطاهای رایج سرمایه گذاری، مالی رفتاری، ستاره بینی مالی. ببینید این داستان انتقام گرفتن که صحبت کردیم، اشتباهات رایج سرمایه گذاره، خیلی چیزهای کلیه که من سعی میکنم خیلی بهش نپردازیم، از این دست خیلی زیاده. خطاهایی که مثلا میخوان انتقام از بازار یا وای میسه نمیدونن، یه کارهای عجیب و غریبی میدیم که شاید تو خودمونم بتونیم ردی ازش پیدا کنیم. ببین یه سری وبسایت وجود داره، اینو بگم بریم یه استراحت بکنیم برگردیم. معرفی وبسایت های گزارش های تحلیلی، جناب آقای عقیقی بود که فکر کنم سوال پرسیدن در خصوص ترجمه اینا و حق کپی رایت. خب یه راهی دیگه میشه از اون بیل و کلنگی شما داشتی میگفتی میشه زد تو دلش رو از این استفاده کرد. و خب الان قسمت زیادی از این تحلیلی که میبینید ارائه میشه و حالا دوره براش گذاشته میشه و پکیج میفروشن و سی دی میفروشن، همینا رو گرفتن دیگه. یه خود اینا باهوشتر عمل کردن، نیومده بگه که من بر اساس یه ریسورسی دارم استفاده میکنم، نیومده ریسورسشو معرفی کنه، میگه همشو خودم میدونم. ولی در کل این دو دوره‌ای که ما هم طی کردیم، من همش یه جایی گفتم من رفتم اینو خوندم و براتون دارم بازخوانی میکنمش و دارم این گرا رو بهتون میدم. علایل یه مقدار آدم باید صادق باشه با طرف مقابلش که من سعی کردم تا الان اینجوری باشه شما هم بتونید ازش استفاده کنید. ببینید این سایت ها زیادن، قسمتی از سرویس رایگان، قسمت گنده ایش هم پولیه. چرا داره بیل کلنگ میفروشه؟ پول در میاره دیگه. دیگه تو الان مثلا میری یه دوره، من چند روز پیشیدم 2500 دلار هزینه این چی بود؟ کریپتوکارنسی استراتژی بود، استراتژی های حوزه کریپتوکارنسی، استراتژی معاملاتی، تریدینگ استراتژی. و میگه تو داری در میری بیزینس بکنی دیگه و طولش هم بدی. و خب این دوره ها دوره های گرونیه، دوره های ارزونی هم نیست. من بیام پایین تر ببینیم، گفتیم برای اینکه انجام معامله به طور مداوم و وضعیت بازار تغییر و کنترل میشه، احتیاجی که مثلا از اینا استفاده کنه. هیچ کسی نمیتونه به درستی کل بازار رو پیش بینی کنه، جنسش پیش بینی پیشگویی نیست، یعنی بگن کفت بده فالت ببینم، نه همچین چیزی نیست توش. با ضرس قاطع رد میکنه اگه کسی بیاد بگه من مثلا هر چی گفتم درسته. این خالی بندی های این آدمایی که تازه وارد این بازار میشن میخوان ملت رو تیغ بزنن. استفاده از پیش بینی حرفه ای ها همون داستان ایستادن بر شانه قول هاست که به من کمک میکنه دورتر رو ببینم، بتونم ارتباط برقرار کنم با بقیه تحلیلگرا و ذهن بقیه رو بخونم. این وسطی یه چیزایی در جمع این تحلیل ها به وجود میاد که دیگه یک به علاوه یک جوابش چهار هم نیست، حتی خیلی بیشتر از اون میتونه باشه. و اینکه تعدادی هم این وبسایت ها وجود، مثلا لانگ فورکست یکی از اون خوباشه.
من اینا چون روحانی باید بشه فقط شما زحمت، من فقط نوشتم توضیح هم دادم، یه فکر میکنم یه ویدیو هم آپلود شده بود قبلا، حالا باز بعد فکر میکنم هستش، میتونید برید ببینید وبسایت معتبر که یه مقداری مبسوطتر به این مسئله پرداختن. دلم نمیاد تایم این امشب اونو بذارم مثلا اینا رو بخوام ازش بخونم بگم لانگ فارکست در این وبسایت اطلاعات مناسبی برای تحلیلگران تکنیکال ارائه تا دامن نوسان فلان کنه، اطلاعات جامعی در خصوص آتی و فارکس و ایناست. دوستانی که دوره 0 تا 100 با من گذروندن اینو اونجا هم گفتم و اونجا هم همینجوری گفتم بخونید اینو خودتون، من ازش رد میشم. حالا اینجا میخوام برگردم به یکیشو باز کنیم با هم ببینیم. من اینو بیارم پایین ببینید اینجا دیگه، مثلا تریدینگ بیت عالیه، اف اکس استریت عالیه، فایندر، بعد دیگه اینا گزارش خوبی از توش در میاد، حتی مثلا یکی دو تاش بود که ما ازش خوبم استفاده کردیم. خب من تا سر تعریف مالی رفتاری بیام اینجا اینو استاپش بکنم، بریم سراغ اسکرین کنم، شیر اسکرین بزنم. من رو ببندم که قاطی نکنیم. چی بود اسمش؟ لانگ فورکست. این هم در زمره همون وبسایت باحاله، ببینید اطلاعات خوبی هم میده. یکی از نکات مهم اینه که شما یواش یواش به این نقطه میرسی که خب من اگر دارم امروز خب گذروندی، فکر کنم الان 1 سال بعد میشه، خب کریپتو که خوب بازدهی داد یاد گرفتیم، بریم سراغ خرید قراردادهای آتی نفت، بریم قرارداد آتی طلا بخریم، پلاتونیوم بخریم، پالاتیوم بخریم، پالاتیوم، پالاتینیوم، پلاتینیوم یا هم پالادیوم، نه اون پاساژی که توی قسمت چیز تهران هست. این یه عنصر میدونه دیگه، یه عنصر تو جدول تناوبی پی دی هم فکر میکنم مخففش هست و توی کاربردهای مختلف کاتالیزور ماشین میدونید چیه دیگه، سر اگزوز قرار می، یعنی از خروجی موتور به این کاتالیسته وصل میشه، کاتالیزور نه کاتالیسته وصل میشه. استاد ما صدای شما رو و تصویرتون علی نداریم. گفته بله، یه لحظه من لینکم قطع شد، داشتم چک میکردم دیدم هیچ اتفاقی هم برای اینترنتم نیفتاده.
خب من ادامهش برم جلو، صدای منو میشنویم؟ بله، الان صداتون حساس است. بله بسیار. من نمیدونم تا کجای موضوع رو دوستان متوجه شدن، ولی یه بار دیگه توضیح میدم، امیدوارم که ضبطمونم به مشکل نخورده باشه. این وبسایت لاین فورکاست به ما امکانات زیادی میده، مثلا قیمت کامودیتی های چیزهای مختلف و کالاهای مختلف مثل کرود اویل، نفت خام، گلد، سیلور، پلاتونیوم، پالادیوم و نچرال گس رو به من و شما داره معرفی میکنه. کریپتوکارنسی های رو کوین و آلت کوین های مختلف همجوری میبینید اینجا لیست کرده، شما میتونید ازش استفاده کنید. یه سری هم اکسچنج ریت داره که تو حوزه فارکس بچه که فارکس میزنن به دردشون میخوره، S&P 500 اینا بچه که بورس بین الملل فعالن و میبینید که مثلا نزدک و اینا. یه سری هم استاک پرایس مثل اپل و آمازون و فیسبوک و گوگل و اینا رو هم به عنوان پردیکشناش اوورده. سایت خوبیه تو این حوزه و ازش میشه استفاده کرد. البته که